سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. این چهارشنبه هم مثل هفته پیش در بخش اول با احسان عبدیپور و در بخش دوم با دکتر مجتبی شکوری همراه هستیم. اگه در عالم واقعیت پیش بیاد و از یکی بخوان که یه معامله فاوستواری باش بکنن، یعنی در قبال گرفتن چند سال از عمرش امکاناتی بهش بدن و این سواله به من برسه، به طرز غریبی به این به جوابش خیلی وقتا تو زندگیم فکر کردم که الان دارم میگم. نمیدونم چرا ولی دلم حاضرم 5 سال زندگیم بدم برگردم به دهه 70 میلادی و یه غروبی برم توی کنسرت موزیک عربی با همون حال و هوایی که وجود داشت، با همون اتمسفری که داشت، شب بشه از تو کنسرت بیام بیرون، تو خیابونه قاهره را برم توی یه کافه‌ای بین کافه‌ها انتخاب کنم بشینم چای بخورم غذا بخورم، شب تموم بشه صبح که از جا بلند میشم الان باشه، همین جا باشه و اون 5 سالم بخشیده باشم بدون اینکه احساس ضرر کنم. چون الان چیزی که میخوام تعریف کنم ربط داره به خوزستان و اصلا اساسش هم بر سفر به اون سمته. یه موزیکی تو همون حال و هوا پلی کنیم و بریم دنباله حرفا. یه رفیقی دارم خیلی شریف و دوست داشتنی و با شخصیت به نام آقای رضا شیخی، از من خیلی بزرگتره، هم شأنن هم سنن، یه فیلم بردار خیلی خوبی الان تو تلویزیون و سینما ایران. زمانی هم که دستیار بود از اون دستیاری بود که سرش دعوا بود، فیلم مدیر فیلم برداری ها میموندن که رضا بیکار بشه برگرده بیاد سر کار. آقا رضای ما یه مشکل عجیب غریبی وقتی بچهش دنیا میاد داشت که تا 5-6 سالگی خیلی گرفتارش بود، به قول بوشهری یا عابل خوب کردن بچه بود، که یه سفر عجیب غریبی در همین راستا داره به هند، به بمبئی، برای دیدن یه کسی که اگه فرصتی شد و قبول زحمت کرد بیاد روی صندلی بشینه در موردش صحبت میکنیم. خب حالا زندگی یکم خوب شده، بچه از آب و گل در اومده، مریضی کمتر شده، داره همه چی خوب میشه. یه روزی تصمیم میگیرم با خانومش یه سفری بکنم به جنوب ایران و کرانه جنوبی رو همینجور با ماشین با هم سر کنم بیان. نه پروژه‌ای بود و نه هیچی. راه میافتن، همه چی میذارن تو ماشین و میرن از اهواز. میخواستن شروع کنن، میگه رسیدیم اهواز، رفتیم یه هتلی هم انتخاب کرده بودیم که بریم داخل. حالا که اوائل دهه 70ه، زمانش مهمه. رفتیم تو هتل و سلام علیکم و سلام و اتاق چنده و همه چی اوکی و گفتم که گفت که شناسنامه‌تون هم لطف کنین. گفتم که شناسنامه بده. خانومم شناسنامه رو گفت رضا شناسنامه دست تو نیست؟ گفتم مگه دم جا کفشی که داشتیم میامدیم نگفتم شناسنامه گفت گذاشتم اینجا ورش داری ورش دار؟ میگه آره. گفتی ولی یادم رفت. مسئول رسپشن شنید، گفت هیچ مشکلی نداری، خیلی قضیه روتینیه، شما بگین اماکن، بگین که زن شوهریم، چک میکنن، یه نامه به شما میدن، بیاین اینجا اتاقتون محفوظ برگردیم. حالا ساعت 4:30 عصر اهواز ما رفتیم اماکن، میگه در زدیم، تعطیل بود دیگه، تایم اداری بود، در باز کردن و رفتیم داخل، یه استواری نشسته بود که و گفتیم که حال ماجری، حال قضیه ما اینجوریه. گفت رحیمی؟ گفتم بله. بگو ابراهیمی بیاد. گفت آقا ابراهیمی 7 روز گردیش بازداشتگاه. گفت در باز کن بگو بیاد، کارش داریم. در باز شد، یه سرباز لقلقوی که اعتیاد آخرین چیزی بود که میشد در موردش بگی، خالکوبی، سوختگی، چاقو، بخیه، شلوار سربازی، گتر، یه دمپایی لخ لخ رو زمین، یه پیرن یقه اسکی سوراخ سوراخی اومد. گفتم خدا چیکارمون داره؟ گفت ایشون با شما صحبت میکنه، اگر اوکی داد کاغذو می‌نویسم خدمتتون. اصلا خیلی اگزوتیک بود. گفت احسان ما رفتیم داخل دو تا اتاق، 45 دقیقه بعد افسر استوار اومد گفت آقا تو خیلی آدم متشخصی هستی، با
به خاطر تشخصت فقط میگم برو و قوای نسا برو که سرهنگ نیاد. اومدیم تو ماشین نشستم با خانومم و ما 70-80% حرفایی که درباره هم زده بودیم خراب بود. از اینا هم نبود که بپرس عموت تو اسمش چیه، پسر خالت چیه، که یخچال خریدی، از این حرف. گفت یه پسری بود 7 خط روزگار، 22 سال، اولا که 7 سال بود داشت خدمت میکرد، خیلی چیز عجیب بود. گفت یه آدم شناسی بود که دیگه مثلش ندیدم، یه سکوتای عجیب غریبی میگه که میلرزیدم. یه پسری که الان از بازداشتگاه در اومده، حرف زدنش با منم که تموم شد بعد یغلویش برداره بره تو بازداشتگاه. گفت اصلا ندیدم رو کاریزما در انگاری که تمام بشریت از تو مثلا 3000 تا آدم رد شده بود و دیتای این 3000 تا آدم و رفتارها و دروغا و تریکا و همه چیشون یاد گرفته بود. نشستیم تو ماشین، از اهواز گفتم ول کن، اهواز که نمیشه، حالا زمستون هم هست، بعد جنوب هم مثل شمال نیست که هر روستا به روستا هر جا بری جای اسکان باشه خونه اجاره بدن. الان 7-8 سال هم نیست که جنوبیا مثلا روشون میشه میان خونه اجاره میدن، اصلا روشون نمیشه حتی اگه مثلا دست به گریبان فقر بودن. راه افتادیم سمت آبادان، حالا تاریک شده، بارون داره میزنه، یهو یه گوشه تو پارکینگ وایسیدم، گفتم فلانی به خانم هم گفتم. گفت بله، حالا سرما هم خورده داره سرفه میکنه، ما نیاز داریم که یه اتاقی به ما بدن بریم یه جایی. گفتم ما داریم میریم آبادان، همین آش همین کاسه است، یه سربازی نصف یم از ما سوال کنه نمیتونیم. ما چی شد؟ بیا ببین. همش گفتم که اینجاش بگم. گفت بعد 14-15 سال زندگی زدم کنار، گفتم بیا هر چی هست به هم بگیم، هر چی تو مغزمون میگذره. نه از منظر پنهانکاری میگم، که تو چیزی از کسی پنهان کردی داری مثلا. گفت ولی او داشت یه کار دیگه میکرد. حالا میخوام چی بگم محمد رضا و هر دوست عزیزی که اینجا رو میبینه، من خیلی تو زندگیم جای رضا شیخی فکر کردم، گفتم اگر چه بشه حاضری همه چی بگی. یه وقتی تو یه اتاقی میخوای که یه شب بارونی بهت جا بدن که زنت که سرما خورده سینه پهلو نکنه، برای این حاضر یه چیزایی بگی، برای یه چیزای دیگه حاضر یه چیزای دیگه بگی. کی حاضری همش بگی قبلی که ازت بپرسن؟ کی حاضری خودت مثل بچه آدم حرف بزنی و وقتی حرف میزنی اونقدر سرت پایین نباشه که یه سرباز یه لاقوایی تو رو تو بنبست زندگیت قرار بده؟ یه داستان ساده است که الان گفتم، ولی برام یه وضعیتی که همیشه وای میسم و خودم رو با اون لحظه مطابقت میدم. یه داستان دیگه هم هست که خیلی ساده است و متر من تو زندگی شده برای سنجش خودم. ما رفتیم بنگلادش، فستیوال فیلمه و داره خوش میگذاره، همه چی خوبه. یه داور خیلی سن بالایی استرالیایی هم اونجاست. ما با این داور خیلی رفیق شدم، خیلی رفیق پیدا نکردم توی دختر پسرا، تنها هم بودم، با این بر خوردم. یکی مثلا یه روز مونده به آخر فستیوال ها یا نه، داشتم صبح از تو اتاق میومدم که تو آسانسور بیام برم صبحونه بخورم تو هتل، دیدم دکتر پروفسور تو بهش میگفتم پروفسور، اسمش یادم نیست، تو هتل تو آسانسور ساک و چمدون همه چی، گفتم پروفسور کجا؟ گفتم دارم میرم. گفتم چرا چقدر زود؟ گفتم من یه روز قبل‌تر باید برم که کار دارم و فلان اینا. گفتم آخه چقدر حیف شد اینا، شما اینجا مستقیم میری استرالیا؟ گفت نه، مثلا من از اینجا میرم دوحه، دوحه یه پروازی عوض میکنم میرم نمیدونم کوالالامپور، کوالالامپور میرم بالی، بعد اونجا دیگه یه دونه مستقیم. اینجوری فستیوال برای من اینجوری گرفته. اوکی خوش باشی، خدا نگهدار. رفت و ما رفتیم صبحونه خوردیم و بعدش اومدیم که خیابون تاب خوردم و اینا. مثلا 1-2 ساعت و نیم بعد دارم برمیگردم، در آسانسور زدم در واسه تا پروفسور داخلش با ساک و کیف و چمدون. گفتم پروفسور چه شد؟ گفت من از پرواز موندم. حالا اون میگه موندم، حالا ریاکشن من. گفتم از پرواز موندی؟ یعنی پرواز اینجا به دوحه، دوحه به کوالالامپور، کوالالامپور به بالی، بالی به مثلا مل، همه چی تموم شد، همه چی از دست رفت، همه چی باد هوا. یا نگام کرد همینجوری به صورت پاری هم داشت، گفت It's a part of life، یه همین قسمتی از زندگی. من میگم هزاران، یعنی منظورم خیلیه، هزاران بار تو زندگیم یه چیزایی از دست رفته، یه چیزایی پس و پیش شده، یه چیزایی سر جاش نموده، یه چیزایی یهو آوار شده پیش اومده، رفتم تو آسانسور درو بستم وایسادم جلو آینه و گفتم بابا بچه عبدیپور It's a part of life، هیچی نمیشه. او که یه پیرمرد 75 ساله بود، حمله یه چمدون این قبرهای سخت بود، 4 تا پرواز پشت به پشت از دست داد.
اگر یه جایی میشینم یا تو ذهن خودم برام تمام معلومات جهان داستانن و تا داستان نشن نمیفهممشون، منظورم این داستان هاست، داستان هایی که یه لایه‌ای، یه ستری، یه حجابی از رو آدم پس میزنن. شما فکر کنم ما یه مفهومی داریم به نام آدم، مثلا میگیم 13.8 میلیارد سال پیش هستی آغاز به کار کرده. کار به هیچش هم ندارم، شما بگو 12 میلیون سال، اصلا بگو 5 خورده هزار سال که ما تاریخ مکتوب داریم. یه مفهومی داریم به نام آدم که از این 5-6 هزار سال چند تا اهرام بزرگ بشری دست به کار اینن که بکنن، پرده از روی کنار بزنن، بفهمن این چیه، چه میخواد، قراره چی بشه. اهرامامون چی هن؟ یکی اولیش دینه، بعد علمه، بعد فلسفه است، بعد هنره، یعنی سرگروه ها رو دارم میگم. همه اینا دست به کارن که بفهمن این چیه، بعد که فهمیدن چیه بفهمن وظیفهش چیه، وظیفهشو باید نسبت به چی و به کی و چطور انجام بده. من میگم همه اونها سرانجام باید تبدیل به داستان بشن تا به درد ما بخورن، کما اینکه شیمی باید تبدیل به داستان بشه تا به درد ما بخوره، کما اینکه فیزیک، ریاضیات، همش وقتی تبدیل به داستان میشن تازه از جنس و از نوع ما میشن. من خودم به شخصه استقرایی، یعنی از پایین مثالی جهانو میفهمم، تئوریک و نظریه‌ای هیچی نمیفهمم. یعنی تو دانشگاه هم همینجوری بودم، یه استادی داشتم خیلی دلم خواد، کامران سپهران، از همینجا بهش سلام میکنم، خیلی استاد معشری بود، حرف میزد در مورد سینما. یه مرتبه مثلا 8 صبح بود، مثلا من همینجوری میرفتم، یهو میگه درباره الی، من اینجوری میگم عبدیپور بیدار شد، میگفتم استاد من اونا رو نمیفهمم، از جهان مثال با من حرف بزن، بگو کی با کی سر چی دعوا داره، کجاست. ای که اینجا نشستیم یه میزی درست کردیم، گفتیم داستان بفرستیم، منظورم این داستان هست، نه یک چیز سوگواری که بگم خب ای که شد مؤثر، نه یه چیز هرکره خندان مثلا فانی که بگیم خب ایشو خندوانه، یه چیزی میخواییم که خندش تو گریه نشست کنه، گریهش تو شادی نشست کنه، چون اساسا یه اثر هنری در حوزه درام تعریف کنه، یعنی آنچه که مشمول زمان میشه در تئاتر، سینما، داستان، اثری جذابه که ما رو همراه خودش به سیاحت‌های بیشتری ببره، به لایه‌های بیشتری، مثلا ترکیبی از کمدی باشد و غم، اگر ترکیبی از کمدی و غم و مثلا یک بافت معمایی داشته باشه که فبه المراد، اگه همه اینها داشته باشه، کمی هارور باشه، ترس هم توش تقس، وقتی مخاطب از این داستانه یا از این فیلم یا از این تئاتر برمیگرده میگه چه سفر شگفت‌انگیزی رفتم، چون در 3-4 ساعت سفر رفته. چون هی بعد از برنامه اول از بچه‌ها پرسیدن، از خودم پرسیدم که چیکار کنیم، دارم دست فرمون مشخص میکنم، داستان‌هایی باشن که در 2-3 بعد احساس آدم سفر کنن و بتونی یه جاهای زندگی به عنوان یک گزاره، به عنوان یک تئوری بهش رجوع کنی و مشکلات باش حل کنی. یه رفیقی که خاطری آخر خیلی چیز می‌خواستم بگفتم وقت نشه، حالا یادداشتم به درد نخورد. یه رفیقی داشتم گفت که تو پرواز با آقای ناصر تقوایی هم مسیر شدم، لپتاپم همراهم، گفتم آقا من این فیلم کوچیکی ساختم، اگه میشه ببینش. دیدیم و اینا تا تهران که از بوشهر برسیم تو گرفتار حرف بودیم، یه حرفی زده ناصر تقوایی، خیلی ساده است، خود حرفم ساده است و درباره سادگی است و کلیده برای من، خیلی قفل باز میکنم. گفت که بابا جان، اسم رفیقم رحیم بود، گفت که هنر اومده که فرمها و حالات پیچیده زندگی رو تبدیل به چند تا حالت ساده بکنه که بشر بتونه حلش کنه، به تو بگه بابا این رابطه تو با زنت که ایجوری شده، حالا بچه اومده تشدیدش کرده، خانواده ایجوری شده، ای شده بیمار، این بیا یه لحظه بیا آروم باش، نفس بکش، این ساده است، هیچی نیست، تو از این میترسی. هنر بیاد که پوزیشن ها و میزانسن های پیچیده زندگی بشر رو ساده کنه، بذاره جلوش، بلکه بشر بتونه حلش کنه. آنچه که میخوام بفرستین، آنچه که میخوام با هم تقسیم کنیم و به گوش هم دیگه برسونیم، این داستان هایی هن که توی تنگناهایی بتونیم گوشش بدیم. یه چیز در مورد سفر بگم که از سفرم چه میخوام. از سفرم بعضی اومدن یه چیزایی فرستادن که ما اینجا رفتیم، ما از این درخته، ما از این کوه پریدیم و اینا هم به درد ما نمیخورن. از سفر یه خواستی میخوام، میخوام که زمان نره بالا، آن مثل اون چیزی که نوشتم، اجازه بدیم بخونیم. عکسام درجه یکم. خب از سفر چه میخوام؟ حالا اینا به عنوان تیتر برای خودم نوشتم، ولی دیگه رو بازی میکنم و میخونمش. سفر یک داستان 3 بعدی رفتاریه. از آن چه که سفر به شما افزوده حرف بزنید، نه از جاهایی که رفتید.
ادونچر بازیاتون به صرف هیجان داشتن به درد ما نمیخوره. داستان ادونچر بازیای کسی به درد کسی نمیخوره. آدرنالینی بوده که تو خون خودش پاشیده شده. دمش هم گرم. ما سوغات میخوایم. ما سر تو سرگذشت ها میکنیم برای پیدا کردن راه های در رو. فائق اومدن بر ترس ها و خطرات سر راهمون. ما چون نمیفهمیم کجا داریم زندگی میکنیم و جهان چند چنده و اصلا آدم یعنی چه، دنبال داستان دیگران میگردیم، تجربه دیگران. ما چون عمرمون کوتاهه به داستان شما گوش میدیم، وگرنه خودمون میرفتیم انجامش میدادیم. اگر که تایم اجازه بده میخوام یه تاییدی از مجموعه حرفایی که زدم بیارم. این کتاب رو فکر کنم همه کسایی که به سینما علاقه‌مندن یا به درام علاقه‌مندن خوندنش. من کم جرأت و جیگر میکنم کسی کتابی توی این حوزه معرفی کنم، ولی این داستان رابرت مکی و قطعا با ترجمه محمد گذر آبادی یکی از اتفاقای خیلی خوبه توی ترجمه درام توی ایران. من اینو بخونم و بعدش دیگه خداحافظی میکنم. تصور کنید هر روز در سراسر جهان تعداد صفحاتی را که از کتابهای داستانی ورق میخورد، نمایش هایی که به صحنه میرود، فیلم هایی که به نمایش در میآید، نمایش بیوقفه کمدی و درام در تلویزیون، چاپ و پخش 24 ساعته اخبار، قصه هایی که قبل از خواب برای بچه ها تعریف می شود، لاف و گزاف های درون قهوه خانه ها و در یک کلام اشتهای سیری ناپذیر بشر برای داستان. داستان نه تنها پربارترین و شایعترین فرم هنری است، بلکه رقیبی جدی برای دیگر فعالیت های ما، یعنی کار، بازی، خوردن غذا و ورزش در ساعات بیداری است. یه برش می زنم میرم این قسمت دیگه است. در حال حاضر دنیا در چنان حجم وسیع و با چنان اشتهای شدیدی به مصرف فیلم، رمان، تئاتر و تلویزیون مشغول است که هنرهای داستانگو به نخستین منبع الهام بشر که در جستجوی نظم و شناخت زندگی است بدل شدند. آتش ما برای داستان، به جای مهمترش میرسم. آتش ما برای داستان انعکاسی است از نیاز عمیق بشر به یافتن الگوهای زندگی، نه صرفاً به عنوان یک عمل فکری و ذهنی، بلکه در قالب تجربه‌ای کاملا شخصی و عاطفی. این اشتیاق به داستان از دید برخی صرفا نوعی تمایل به سرگرمی است، نوعی فرار از زندگی به عوض کندوکاو در آن. اما باید پرسید که سرگرمی در نهایت چه معنایی دارد؟ سرگرم شدن یعنی شرکت در مراسم داستان به خاطر هدفی که به لحاظ عقلی و عاطفی ارضا کننده است، یعنی احساس و اندیشه به همراه خودش میاره. و مگر گین ما در دیگر وجوه زندگی غیر از احساس و اندیشه است؟ یا اصلا سوخت ما برای ادامه مسیر چیه؟ برای بیننده فیلم سرگرمی مترادف است با مراسم نشستن در سالن تاریک، تمرکز بر روی پرده به منظور تجربه کردن معنای داستان و به همراه آن تحریک عاطفی شدید و حتی گاهی دردناک و با عمیق‌تر شدن معنی، رسیدن به ارضای کامل آن عواطف. با عکس‌های آقای عباس کیارستمی و موسیقی نوستالژیک عرب ادامه بدین. من ازتون خداحافظی می‌کنم. یه فرصت دیگه‌ای باشه ان شاءالله در خدمتتون باشم. Thank you.
آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. خواهش میکنم. این هفته درباره چی صحبت میکنیم؟ این هفته میخوایم بریم در تاریکی جمجمه و ببینیم اونجا چه خبره و ببینیم آیا علم میتونه به ما کمک کنه که از شر یه سری احساسات بد خلاص شیم یا نه. تاریکی جمجمه یعنی چی؟ یعنی تو مغزمون که یه تاریکیه، میخوایم چراغ رو روشن کنیم ببینیم سازوکارهای ذهنی چیه، احساسات جالب. چطور ساخته میشه. چقدرم کتابای خوبی تازه یا درباره ساز و کار مغز و ذهن و فرایند فکر کردن منتشر دقیقاً شده. یعنی ژانرشون آره زیست شناسی احساسه. یعنی میان میگن این چیزی که من به صورت خشم و اضطراب تجربه میکنم اون ریشه های زیست شناسانش چیه. یه کتاب آوردم که تقریباً فکر کنم کمتر از یه هفته است حالا تا ضبط برنامه که در اومده و خیلی کتاب خوبیه. من معرفی کنم یه شما؟ نه چون کرونا هست من با اون دوربین. اسم کتاب گندزدایی از مغز، نوشته خانم دکتر فیس جی هارپر. چگونه علم را به یاری بگیریم و از شر افسردگی، خشم، نگرانی ها، هراس ها و وسواس ها خلاص شویم. و ترجمه بسیار خوب آقای علی دیمنه، نشر کتاب پارسه. بحبه. آره خیلی کتاب خوبیه. پس کتاب بسیار جدیده. آره کتاب داغه. خدمتتون عرض کنم که ما قبلا هم تو کتاباز در مورد سازوکار ذهن حرف زدیم. مثلا یه قسمت یه کتاب خیلی خوب معرفی کردیم، زندگی پنهان مغز در مورد ذهن. فکر کنم مال نشر نو بود. یه سری خلاصه حرفا زدیم که باز به اونا ارجاع میدیم امروز و بریم شروع کنیم بحثمون رو. ببینید یه ذره اول بحث باید با دقت بشنویم، چون یه چیزایی رو توضیح میده در مورد سازوکار مغز و من یه نکته رو اولش اعتراف کنم که خیال خودم راحت شه. و اون نکته اینه که خب من متخصص این حوزه نیستم، در واقع کتاب رو دارم روایت میکنم. با یه دوست پزشکم هم چک کردم دیشب برای اینکه یه وقت چیز غلطی رو نگم. و نکته مهم اینه که مغز خیلی پیچیده است، ما داریم سادهش میکنیم. یعنی آقای سعد این تذکر لازمه که ما علم رو باید با استعاره ساده کنیم که به چنگش بیاریم، ولی حتما باید یادمون باشه که داریم سادهش میکنیم، میدونید، که کاربرد داشته باشه. در این حال بدونیم که موضوع خیلی خیلی پیچیده تر و وسیع تر از این حرف یه هست. شوخی هست که شوخی با مزه میگن که درباره علم، میگن که هر کی که گفت من نظریه نسبیت اینشتین رو فهمیدم یعنی که اصلا نفهمیده. دقیقاً آره دقیقاً. یه شوخیه. آره یه شوخیه. آره. جالب بود. خیلی بامزه نبود. بله الان بامزه شد. اصلا شما که مخلص شمایی. خدمتتون عرض کنم که بریم کتابو شروع کنیم. آقا کتاب اولین حرفش اینه که مغز ما کارش بقاه، یعنی اون کار ویژه اصلیش، چیزی که در واقع خیلی مشغول اونه و مسلح به یه سری مولکولا، هورمون‌ها، اینها و انجامش میده زنده موندن ماست، بقای ماست. در واقع شادی و نمیدونم احساسات خوب و خوشایند اولویت‌های بعدی ثانوی است. آره ثانوی است، گاهی رخ میده گاهی هم رخ نمیده. و این بقا خیلی وقتا منجر به تولید رنج میشه در مغز ما. اصلا رنج لازمه برای اینکه ما زنده بمونیم. راجع به اینم یه ذره تو فصل‌های گذشته جوان‌تر که بودیم در موردش حرف زده بودیم. خب یه جورایی آقای سعد مثل فیلم اینساید آوت، انیمیشن خیلی خوبی که فکر کنم خیلی از مخاطبا دیدن، ما می‌خوایم یه چراغ قوه بگیریم ببینیم تو مغز احساسات مختلف چطور ساخته میشن، چطور شکل می‌گیرن. اولش یه ذره باید با دقت گوش بدیم چون یه ذره توضیح تئوریکه، ولی بعدش ما رو این در واقع زیربنای تئوریک این ساختمان بحث امروز رو می‌سازیم می‌ریم بالا. پس اولش در واقع یه ذره با آرامش گوشی رو بذاریم کنار و فقط خیلی خوب گوش کنیم. بعدی ما در واقع در مورد سیمکشی مغز که می‌خوایم حرف بزنیم سه تا چیز رو می‌خوایم یه ذره ساده شده توضیح بدیم. یکی قشر پشت پیشانیه، خب که اسم در واقع علمیش پری فرانتال کورتکس، خب
یه جایی که پشت پیشانی ما یه قسمتی وجود داره، یه سری ویژگی‌ها داره. مثلا این شما بهتر از من میدونید، چون حالا رشته‌تون هم بوده و خیلی هم خوندین در این رابطه. نه خوندم. من یه دو سالی فوق دیپلم رادیولوژی خوندم. خب خیلی هم عالی. پس قسمت اول قشر پشت پیشانیه که می‌خوایم راجعش حرف بزنیم. این طی پژوهش‌ها فهمیدن که آخرین قسمتی در مغزه که تکامل پیدا کرده، یعنی انسان مدرن در واقع این رو داره، یعنی قسمت جدید مغزه. اگه بخوام با این مثال ساده بگم، قسمت کچرواری پوش و منطقی و عاقل مغزه، میدونید اون جاییه که حرفای خوب میزنه، فرشته سمت راست در واقع ماست. کچرواری پوش این چی؟ یعنی مثلا شسته رفته و عاقل، میدونید. خیلی بامزه بود این شوخی. خب بامزه بود و از اولش درگیره بودیم که یه جایی بگیم، ولی خب آره ادامه بدیم پس با شما. ببینین، میخوام بگم که و یه قسمتی که تو زندگی ما هی رشدش ادامه داره، مثلا پژوهش‌ها نشون میده تا 20 سالگی رشد میکنه، قسمتی که رفتارهای ما رو کنترل میکنه، جلوی تصمیمات غیر منطقی ما رو میگیره، در واقع اون میگن فرشته سمت راسته. و یه دلیل این که نوجوانا یه ذره کار کردن باشون سخته اینه که در حال شکل گیری این در واقع سیمکشی‌های عصبیه که این قسمت اون رشد کامل رو بکنه. خود من دلیل خیلی از کارامو توی در واقع نوجوانی نمیدونم، ولی الان متوجه شدم که شاید حالا این قسمت زیاد رشد نکرده بوده و هنوزم فکر کنم زیاد کامل رشد نکرده. مگه تا سن مثلا بلوغ طول میکشه؟ آره، تا 18 سالگی، تا حتی 20 سالگی، برای بعضیا تا 33 سالگی در واقع رشدش طول میکشه. پس قسمت فکره در واقع، اینو ما بذاریم یه گوشه ذهنمون. یه چیز دیگه که پشت پیشانی، پشت پیشانی دقیقاً اینجاست. یه چیز دیگه که می‌خوایم معرفیش کنیم آمیگدالاست، یا بادامه، یا تو کتاب جوری که ترجمه کرده بادامکه. حالا ما از بادامک استفاده می‌کنیم. یعنی احساس ما راجع به خاطرات مختلف رو میسازه. مثلا اینکه ما اولین باری که بهش یه شعله به آتیش دست میزنیم، دستمون میسوزه، این یه حسی رو پدید میاره که این موجود، این شعله، این آتیش قراره که چیز سوزنده ای باشه. اینو بادامک در واقع اعلام میکنه. دفعه بعدی که آتیش میبینیم اگه دستمون رو نمیبریم، تداعی اون درد، میدونید اون خاطره دردناک، کار بادامکه. بادامک یه جورای آژیر خطر دستشه. یعنی وقتی ما یه مثلا تجربه تلخی داشتیم که به اون آسیب رسیده، وقتی دوباره در معرض اون تجربه این بادامک یادآوری میکنه که آقا دفعه قبلی دیدی چی شد، حواست باشه، مواظب باش. اتفاقا خیلی هم چیز نامردیه. تو کتاب لحنش خیلی طنزآمیزه. یعنی از ژانر کتابایی که مسائل روانشناسی رو خیلی با طنز در موردش صحبت میکنه، و جالبه که مترجمم تا حد خیلی خیلی خوبی این طنز رو تونسته منعکس کنه. میگه بادامک نامرد، میدونید. حالا در موردش باز بیشتر صحبت میکنیم. برداشت ما از رخدادها، واکنش های حسی ما به مسائل اونجا شکل میگیره. یه قسمت دیگه، قسمت سوم، ساقه مغزه. در واقع قدیمی ترین قسمت مغزه. اینجا جاییه که وقتی بادامک دستشو میذاره رو آژیر خطر، میگه یه تجربه دردناک در انتظارمونه، اینجا دیگه ساقه مغز وارد عمل میشه. در واقع اون قسمت غریزی رفتار ما، واکنش های ماست که در واقع آسیناشو میزنه که به بقا کمک. که به بقا کمک میکنه. در واقع این سازوکار، این در واقع جمع سه نفره، پشت پیشانی، بادامک و ساقه مغز، هر کدوم یه نقشی تو بقای ما دارن. ولی وقتی اوضاع خراب میشه، وقتی بادامک دستشو رو آژیر میذاره، دیگه ساقه مغز پشت پیشانی رو تعطیل میکنه. عملا خودش میشینه پشت فرمون. خودش کنترل اوضاع رو به دست میگیره. میدونین ماجرا اینه، چون احساس میکنه ما در خطریم. بسیاری از واکنش‌های ما در واقع که واکنش‌های سریع و ناخودآگاه برای حفظ بقای ماست، کار ساقه مغزه که تا مهره‌های گردن در واقع میره پایین. حالا خوبه که بعد از این برنامه باز سرچ بکنن راجبش، خیلی مغز دنیای پیچیده و جالبیه. میخوام توضیح بدیم که اصلا ما تو تصمیم گیریامون هم عذر میخوام، میدونستی که همین جوری، یعنی با دو تا مکانیزم تصمیم گیری داری؟ دقیقاً همینطور. اتفاقا موضوع یکی از قسمت‌های مهم کتاب همینه. آره. یعنی داره میگه آقا ریشه های تصمیم گیری ما چیه. آقا سعد، کتاب روشش اینه، به عنوان روانشناس خانم دکتر هارپر هدفش اینه که به من نشون بده تو تاریکی جمجمم چی داره میگذره، من متوجه شم و بعد سر از کار خودم در بیارم و بعد یه
ذره کنترلم رو اوضاع مختلف بهتر کنم. من مثالی که الان چیزی که خوندم براتون بگم، حالا خیلی مثال متعددی هست. شما دارین توی جاده عریض جاده رانندگی میکنید، خیلی راحت میتونین همونجور که دارین با یه دست رانندگی میکنید موزیک هم گوش کنید، با دوستتون هم حرف بزنید. همش یعنی شما دارین در لحظه مغزتون داره کار میکنه. درسته. ولی همه چی اینجا اون سامانه ای که خیلی راحته، سامانه شماره یک دقیقاً میگن داره کار میکنه. حالا یک کامیونی میاد از با سرعت که بخش عمده جاده رو گرفته و یه دفعه شما این دستم میاد به کمک، دیگه صدای موزیک رو نمیشنوید یا صدا رو کم میکنید. دوستتون اگه متوجه باشه خودش اصلا ناخودآگاه صحبت نمیکنه و اگه حواسش نباشه شما دیگه نمیشنوید. کامیونی که رد کردی دوباره میگید چی میگفتی؟ یعنی یه لحظه میرین روی اون یکی سامانه، سامانه‌ای که دقیق‌تر با هسته، چون اینجا دیگه مسئله بقاست. آفرین. در واقع وقتی ساقه مغز کنترل به دست میگیره چند تا فرمان تو اون خطر ممکنه بده، اینکه بجنگ، فرار کن یا قایم شو. و میخوام بگم تو شرط خطر اینه. خب حالا یه بار تا اینجا مرور کنیم. در واقع ما گفتیم سه تا چیز توی مغز هست که در موردش داریم حرف میزنیم: قشر پشت پیشانیه، بادامک یا بادامه است و ساقه مغز. حالا من میخوام بگم که در واقع اینا چطور کار میکنن. مثلا سال 1895 وقتی فیلم ورود قطار به ایستگاه در پاریس پخش شد، آدم ها اولین بار بود که همچین تصویری رو میدیدن. همشون یا رفتن زیر صندلی یا فرار کردن. میدونی چون اون بادامکه میدونی این رو درک کرده بود که این قطار داره میاد و ما در خطریم، آژیر خطر رو زده بود، ساقه مغز فعال شده بود و شدیدترین واکنش ها رو نشون داده بودن. خب حالا یه شعر از حسین پناهی بخونیم که به نظرم استخونبندی اصلی کتاب رو به خوبی توضیح میده. یه شعری داره، میگه: دم به کله میکوبد و شقیقه اش دو شقه میشود، بیان که بداند حلقه آتش را در خواب دیده است عقرب عاشق. میگن عقربا وقتی توی شرایطی گیر میکنن که دورشون شعله است، دیگه دست به کار انتحاری میزنن. من میخوام چی بگم؟ کتاب داره میگه این بادامک داره کارشو خوب انجام میده، ولی خیلی وقتا مغز ما در تفکیک و در تشخیص خطرهای واقعی از خطرهای کاذب اشتباه میکنه. خیلی وقتا آژیر خطر الکی روشنه و اینجا میگه ریشه بسیاری از احساساتی مثل استراب که بیمورده و ما داریم تجربهش میکنیم همین بادامک نامرده. بس فکر کنم بس تا اینجا اون کلیتش روشن شد. حالا میریم کلی قصه میگیم، کلی ماجرا میگیم که این هی روشن‌تر بشه. حرف اصلی کتاب اینه. در واقع حرف ما اینه که قابلیت مغز ما برای مرزبندی میان خطرهای واقعی و خطرهایی که واقعی نیست، در خواب دیدیم حلقه آتش رو، در واقع قابلیت قدرتمندی نیست. مثل بچه ها که به همه چی اول میگن هاپو، بادامک هم همینطوره. بعد تشخیص میدیم که این شیره، این پلنگه، این گربه، این چی، میدونید جزئی تر میشه. تو این کتاب میخواد این رو، اینجور احساسات رو یا چیزهایی که ما خطر تلقی میکنیم رو خودآگاه کنه. در واقع میخواد آقای صحت قشر پشت پیشانی رو بفرسته با بادامک اکثر یه میز بشینن، با هم حرف بزنن تا بعضی از چیزهایی که واقعا خطر نیست رو ما خطر تلقی نکنیم. مثلا خیلی چیزا، مثلا شما فکر کنید از حرف زدن در جمع هراس دارید. خب چرا؟ دلیلش اینه که یه جایی توی جمعی، توی کلاسی، تو خانواده یه چیزی رو، یه حسی رو تعریف کرد و بقیه چپ چپ نگاهتون کردن. بادامک یاد گرفته که این تجربه دردناکی بود. گفتن نظرم منجر میشه که خنگ به نظر بیام یا اشتباهه یا قضاوت شم. این تجربه دردناک رو ذخیره میکنه. حالا گذشته 20 سال ازش گذشته، من توی جلسم میخوام نظرمو بگم، همه دارن پیشنهاد میدن، ولی به محض اینکه شروع میکنم بگم انگار حلقه آتش دوباره دور من روشن میشه. فکر میکنم اگه بازم بگم در واقع شرمنده خواهم شد و بقیه تردم میکنن، ترد دیگران منجر به مرگم ممکنه بشه. اینم دلایل خیلی در واقع تاریخی داره، چون اگه تو گذشته 10,000 سال قبل ما رو از قبیله مینداختن بیرون، ما میمردیم. برای همین بادامک ما حواسش هست که یه وقت چیزی نگیم که دیگران ناراحت شن، برای همین حرفامونو قورت میدیم. این یه تجربه اینطوریه. در واقع خانم دکتر هارپر داره توضیح میده که همه چیز رو ما نباید خطر یا میدونید یا یک تهدید تلقی کنیم. حالا یه چیز جالب اینجا اینه که آقای صحت نه تنها تجربه های خود ما
میدونید، بلکه تجربه های نسل های قبل از ما در شکل گیری اون رفتار بادامک اثر داره. مثلا باز این نکته بگم، یکی از واکنش هایی که من همیشه تعریف میکنم، تو کتاب بازم بارها گفتم، در واقع سیخ شدن موها در هنگام خطره. یه رفتار باستانی دیگه، چون اون گذشته این رفتار کمک میکرده اجداد ما حجیمتر، بزرگتر و ترسناکتر به نظر برسن. الان ما توی دعوا اگه تیشرتمون رو در بیاریم کمکی به بقامون نمیکنه، ولی هنوز این صدها میلیون تار مو اون رفتار باستانی رو دارن نشون میدن. مثلا ترس ما از مار، ترس ما از عنکبوت که شاید هرگز در زندگی یک بارم باشون مواجه نشیم، یه ترس باستانیه. یعنی یه چیز جالب اینه که تجربه پدر بزرگ من و اجداد او و نسل به نسل تو این بادامکه انگار وجود داره و مؤثره. خب پس یه قسمت از ترسایی که ما امروز هم داریم، ترسایی که تو جنگل واقعیت داشته اما امروز واقعیت نداره. یه قسمتی از ترسای دیگه هم اینه که تو دنیای مدرن ایجاد شده و مغز ما برای مواجهه با اونا آماده نیست. داریم تو تاریکی جمجمه میگردیم و اینطوری به نظرم میتونیم خیلی چیزا رو برای خودمون حل کنیم. یعنی آقای سعد، حرف کتاب اینه که بادامک یک جرقه میزنه با یه تجربه و گاهی مغز ما آتش میگیره و یه واکنش خیلی شدید انجام میده، ولی ما اگه بتونیم این جرقه ها رو بشناسیم که تو ادامه میخوایم راجبش حرف بزنیم، میتونیم عاقلانه تر عمل کنیم. مغز ما یک ماشین بقا به وسیله یادگیریه. بذارید من اینو سه بار بگم. مغز یک ماشین بقا به وسیله یادگیریه. یک ماشین بقا به وسیله یادگیری. یعنی دائما داره دنیا رو میبینه، تجربه های دردناک رو حفظ میکنه و مغزی که داره اون خاطرات، اون زخما، اون آسیب ها، اون تروماها رو در خودش میدونی مرور میکنه، اتفاقا مغز خوبیه. به صاحبش کمک میکنه برای بهتر زنده بودن. میدونید؟ یعنی داره کارشو درست انجام میده. کاری که به بقای ما کمک میکنه. یعنی یه مغز خوب تاریخچه زندگی صاحبش رو مو به مو در واقع به یاد میاره و اتفاقا یه جاهایی دائما پژواک میده، دائما مرور میکنه برای اینکه این تاریخچه رو ما از یاد نبریم که از آسیب‌های احتمالی در امان باشیم. کتاب در ادامه راجع به تروما حرف میزنه. تروما یه آسیب روانی شدیده، در واقع ترجمهش، که از ادراک ما و از کنترل ما خارج بوده. ببینید، برای بادامک تروما خیلی مهمه. وقتی ما یه تجربه حسی خیلی دردناک داریم، بادامک ذخیرهش میکنه، دم دست میذاره اون تجربه رو برای اینکه دیگه تکرار نشه. میدونید، به این خیال که نکنه بقای ما تهدید شه. یه مثال از تروما ممکنه سوگ باشه. خیلی مثال جالبیه. ببین، وقتی آدم ها عزیزی رو از دست میدن، غیر از اندوه، غیر از دلتنگی که احساسات طبیعیه، خیلی هاشون اضطراب رو تجربه میکنن. و میدونید چرا؟ دلیلش اینه که ما وقتی سوگوار میشیم، کسی از عزیزان ما از دنیا میره، یه ترسی در ما با بادامک روشن میشه که نکنه دیگر عزیزان هم از دنیا برن، یا نکنه خود من از دنیا برم. یعنی استرابی که ما با سوگ تجربهش میکنیم ناشی از اینه و کاملا مغز داره اینجا کارش رو انجام میده. اما یه سوال مهم اینه که چه آسیب‌هایی به تروما تبدیل میشن؟ چون ما در زندگی سابیده میشیم، در واقع مالیده میشیم به رنج‌ها، به اتفاقات مختلف، اما خیلی‌هاش رو حل می‌کنیم، خیلی‌هاش اونقدر اثرش روی ما عمیق نیست. چند تا ویژگی باید داشته باشه یه رنج که به تروما تبدیل شه. یکی اینکه شدید باشه، یعنی خیلی خیلی شدید باشه. دو اینکه غیر منتظره باشه. مغز ما ماشین یادگیریه، حواسش هست که همه چیز رو کنترل کنه، پاسخ‌ها رو پیش‌بینی کنه. وقتی یه چیز خیلی غیر منتظره رخ میده، اون وقت آژیرا همشون روشن میشن که پس کلی چیز غیر منتظره دیگه هم در جهان هست. دومیش اینه که بلند مدت و پایدار باشه. ممکنه یه رنجی شما داشته باشین که شدید نیست اما مستهلک کننده است. تو مکانیک تنشی هست به نام خستگی. مثلا لوله خودکار نمیشه چون نرمه یهو شکست، ولی میشه مثلا 10,000 بار بالا پایینش کرد و خستش کرد با نیروی کمی، ولی ناگهان فتیگ رخ بده، در واقع بشکنه. میخوام بگم یه سری رنجام اینجوریان، آرامن، ضعیفن اما پایدارن و خب اونا هم به تروما منجر میشن. رنجایی که نتونیم بگیمشون،
میدونید مختصات فرهنگی جامعهمون اجازه نده که در موردش حرف بزنیم. مثلا اگر کسی قربانی یک خشونت جنسیه، شاید در یک جامعه حتی اجازه طرحش رو نتونسته داشته باشه و این تبدیل میشه به اون تروما، جایی پنهان شده، انگار که از یه جایی زخمی که بهش بی‌توجهی میکنیم داره عفونت میکنه، چرک میکنه. نتونستیم تکلیفش رو روشن کنیم، یه رنجی برامون رخ داده و نفهمیدیم. یه مثال بزنم، مثلا ممکنه یکی رابطه عاطفیش بنا به یه دلیلی مثل خیانت دچار فروپاشی بشه. ببین مهم اینه که این خود خیانته، خود در واقع جدایی، خیلی انرژی عاطفی میگیره، ولی چیزی که این آدم رو، این زخم رو درش به تروما تبدیل میکنه و مستأصلش میکنه این که چرا این کارو کرد، چی غلط بود. میدونی این سوالهای بی پاسخی که وجود ما رو فرا میگیره باعث میشه اون آسیب به تروما تبدیل شه. خب یه بار مرور کنیم، شدید باشه، بلند مدت باشه، غیر منتظره باشه، پنهان بشه، نتونیم بگیم و نتونیم تعیین تکلیفش کنیم، نتونیم پاسخ بدیم بهش. حالا بیننده‌ها اینجا فکر کنن، فعال گوش بدن که آیا ترومایی در خودشون تشخیص میدن؟ آیا رنجی بوده که وقتی مرور میکنن میبینن این ویژگی‌ها رو داشته و اون بادامکه رو بیش از حد حساس کرده؟ مثل چیزایی که راجع به شرم در موردش حرف زدیم. یعنی با این نگاه این بحث رو بزنن به خودشون، ببینن در نسبت با اونا بحث ما چیه. واکنش بادامک یا بادامه یا آمیگدالا به اون تروما معمولاً چند تا رفتاره. یکی برانگیختگیه. مثلا ما وقتی تو موقعیت مشابه اون تروما قرار میگیریم، خیلی بدنمون حواس جمعه، خشمگین میشیم، جریان خون تو دستامون، تو رگامون خیلی تند میشه، برای اینکه داره میگه خطر دیگه. یکی دیگهش پرهیزه. اصلا نمیتونیم در واقع مواجه شیم با شرایطی که اون زخم رو تداعی میکنه. و بعدیش مزاحمته. دائما افکار منفی تو ذهنمون پخش میشه. یه نکته بگم، خیلی از آدم‌ها این افکار منفی رو دارن. من میخوام دلیلش رو بگم. دلیلش اینه که مغز ما داره هی تولیدش میکنه که ما حواسمون باشه. و نکته خیلی خیلی جالبی که کتاب میگه، بر من خیلی آموزنده بود، این بود که میگه اگه ما به افکار بی توجهی کنیم، مغز ما احساس میکنه ما حواسمون نیست، پس با شدت بیشتری افکار منفی رو تولید میکنه. بعد بهش بگیم حواسم هست. مثل اینکه به مادر نگرانی میگیم حواسم هست، مواظبم. میدونی به حواسم هست چه جوری باید به مغز گفت حواسم هست؟ ببین یکی اینکه توجه کنیم بهش، یعنی اجازه بدیم اون احساسه در واقع بیاد و بره. ببینید آقای سعد، مثل این میمونه که یه مثلا رادیویی داره خبرهای بد پخش میکنه، میدونید چرمنده میشی، کشته میشی، اتفاق بدی میفته. این رادیو رو هیچ جوری نمیشه خاموش کرد. خب بعضی ها میگن با مثبت اندیشی یه رادیوی دیگه روشن کنیم که بگه عالی همه چی، چه گل و بلبل و اینم یه هرج و مرج میشه. ولی من میخوام بگم مثل قدیمی ها که رادیو گوش میدادن، میشه این رادیو اخبار منفیش رو پخش کنه و من کارم رو بکنم، میدونید، و اجازه بدم که اون احساس بیاد و بره. یکی از تکنیک های مهم اینجا اینه که برای اون احساس یه اسم بذارم، میدونی یه شخصیت بهش بدم. برای اینکه حالا باز تکنیکاشو بیشتر توضیح میدیم، مثلا من مثلا اسم احساس من مثلا آقا ماشاءالله است. من یه احساسی دارم، یه قبلا هم گفتم که خیلی از دست دادن پدر مادرم میترسم، خیلی واقعا. یه جوریه که اگه تلفن من زنگ میزنه و از خونه است، من اولین مواجهم اینه که چی شده. خیلی عجیبه، دلیلش هم گفتم تو اون برنامه. من اسم این احساس کشنده رو گذاشتم آقا ماشاءالله. خب حالا من این خاطره با یه آقا ماشاءالله نامی دارم که خاطره خوبی نیست، و این وقتی این احساس میاد، وقتی این فکر میچرخه، من شروع نمیکنم بگم نه اینجوری نیست، بهش فکر نکن. چون مثل اینه که من به شما بگم به یه فیل صورتی راه راه فکر نکنید، الان سعی کنید فکر، فقط بهش فکر میکنید. ولی من اجازه میدم آقا ماشاءالله بیاد حرفشو بزن، اتفاقا سلام میکنم، میگم باز آقا ماشاءالله شروع کرد. آقا ماشاءالله میگه و قدرتش کم میشه، انگار چیره میشه. فیلم ذهن زیبا رو دیدین؟ آره عالیه، راسل کرو. آره که اصلا در واقع پایان فیلم که با اونا همون سلام میکنه، که با اون دوتا موجودی که همیشه تو ذهنش بودن، جایی که به یه صلحی میکنه. چقدر فیلم خوبیه، چقدر فیلم خوبیه و چقدر مثال خوبی زدین. گاهی موجودات بیرون نیستن، این تو هن. هزار آدم درون ما دارن با هم میجنگن. خوبه به رسمیت بشناسیمشون و بذاریم حرفاشون رو بزنن. و خوبی این فیلمه که بر اساس یک شخصیت واقعی که برنده نوبله، آره، ولی مشکلات ذهنی داره، ولی نوبل هم گرفته. دقیقاً. وقتی چه بازی درخشانی داره، دقیقاً فوق العاده. اگه فکر کنم دیدن، ولی اگه ندیدن حتما به بیوتیفول مایند. خیلی فیلم خوبیه.
پس آقای سعد، بی توجهی به یه احساس نوعی توجهه، یعنی اینو باید بدونیم. پس بی توجهی نکنیم، خیال این بادامک نامرد رو راحت کنیم که هی نره باباشو، نره ساقه مغز رو صدا کن، چون ما دیگه اصلا عمرن زورمون به ساقه مغز نمیرسه. سعی کنیم با این بادامک حلش کنیم موضوع رو. دو تا کار مهم در واقع باید کرد. این بچه لوسا دیدین بچه فون اذیتشون میکنیم، هی میگن بابا واقعا بادامکی. یعنی واسه دو تا کار مهم باید کرد. یکی سفت کردن پامون در واقعیته، اینکه اون اتفاق، اون تروما رو بتونیم بفهمیمش، حلاجیش کنیم که راجبش توضیح میدم پایان برنامه. و دومی پردازش آگاهانه داستانمونه. خب یعنی ببینیم اگه مثلا خشم، خشم یکی از احساساتیه که یه جاهای رخ میده، برای بقای ما خیلی موثره. خیلی جاها آدما تجربه هایی دارن که چون خشمگین شدن زنده موندن، چون خشمگین شدن فرزندشون. کاش یه برنامه درباره خشم، حتما کتابای خیلی زیاد و خوبی هم دربارش منتشر شده، صحبت کنین، چون واقعا تو اجتماع آدم حس میکنه چقدر یه عده دارن خشمگین میشن. درسته. و البته من سلیقه‌م اینه که نباید بگیم خشمگین نباشید. خشم وجوه مثبتی داره. آره. یعنی بسیاری از تغییرات اجتماعی بگیم و نحوه اینکه آدم خشم رو توی چه مجرایی بندازه. دقیقاً. و چطور تحلیلش کنه. مثلا باز یه نکته اینجا بگم. حالا برای اینکه مثل معلم اینا رو اول کلید واژه‌ها رو بهم بچسبونیم، برای پردازش داستان خشم یه کلمه جادویی آتنه. آتن. خب آ یعنی آسیب، اول آسیبه، ت یعنی توقع و ن یعنی نیاز. ما وقتی خشمگین میشیم روانشناسا فهمیدن یکی از این سه حالت رخ میده، یا در معرض آسیبیم، یا توقعمون برآورده نشده، یا نیازی که داشتیم برآورده نشده. این سه تاست. پردازش آگاهانه داستان یعنی من شاید تو اون لحظه خشم نتونم به اینا فکر کنم، ولی بعدش تو اولین فرصت فکر کنم ریشه خشم من چی بود، آیا واقعا آسیبی در جریان بود، میدونی؟ آیا اگه من حرفمو تو این جمع بزنم کشته خواهم شد؟ یعنی قضاوت بقیه اینقدر مهمه؟ آیا نیازی برآورده نشد؟ یا آیا توقع من از دنیا یا از آدم‌ها یا از جهان توقعی واقع بینانه است؟ آیا نباید این انتظارات رو کمی کنترل کرد و بعد خشم کمتر بشه؟ یه برنامه مفصل میریم فقط در مورد خشم. من یه درخواست دیگه هم دارم اگه بشه، که اگر شد زمان بود، فرصتی بود، یه برنامه هم درباره حسادت صحبت کنم. باشه چشم. باشه. من که آقا سعد یه چیزی بگم، چرا از این برنامه نمی‌سازن؟ من الان کتاب باز مثلا داره خیلی دیده میشه، ولی من هم خیلی خوشحالم. خب عالیه، مگه میشه نبود؟ هم ناراحتم. ببین کرونا اومده سروش جان، الان مثلا روزی 500 نفر در سوگن طبق آمارها. من میخوام بگم یعنی باید در صدا سیما 5 تا 6 تا برنامه اینطوری باشه که تازه یه آدمی که متخصصه حرف بزنه، نه من. انگار سپهر فرهنگی ایران سوراخ شده و یه مشتبه شکوری یه سروش افتادن، در حالی که اگه ابرا رو بزنیم کنار، این آسمان پر از ستاره های درخشانه. من خواهش میکنم اگه کسی مرجع اثره تو شبکه های دیگه، تو جاهای دیگه، میدونید روزهای سختی داریم، میدونید. فقط یا یه موضوع دیگه که میخواستم بگم این که خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار بگیره. ببین خیلی از اینا رو مثلا ارجاع میده، میگه شما بعد 2 جلسه 3 جلسه مشاور ببینید، ولی تعارف نداری، مشاور خیلی گرونه. بعضی‌ها برای بقا دارن می‌جنگن که یخچالشون فقط امروز هم پرشه، میدونید. ولی یه بحثایی تو مجلس بود، ولی این همه مدت من دارم میگم، یعنی مجلس، دولت، هیچکی فکر نمی‌کنه که اگه کرونا اومده آسیب روحی هم آدما دارن. بعضی‌ها وسواس فکری درشون هست، OCD داره بیچاره‌شون می‌کنه. و چرا نباید تحت پوشش بیمه همه باشه؟ میگن تمامی بیماری‌های روان و ذهن در دوره کرونا برگشته یا تشدید شده. آره، خیلی مواقع. خیلی شد. و هیچ حرفی شما شنیدین مثلا توی ستادایی که هست و اینه، یه نفر بگه آقا ما این آسیبای روانی رو داریم میبینیم، روزای سختیه، ناراحت کننده است که این بخش کتاب باز داره دیده میشه. یعنی نشون میده که چقدر تشنگی وجود داره. و چرا نمیسازیم از اینجور برنامه بیشتر با آدمای بهتر، متخصص‌تر؟ آقای سعد، در مورد بازآموزی این مغز، اینکه ما سیمکشی رو بشناسیم، یه نکته مهم تحرک روحیه. وقتی ترومایی رخ میده، آسیبی رخ میده، در یه جایی در بدن، در روح ما گیر افتاده، ما باید تلاش کنیم این رو کمی به جریان بندازیم، میدونید، تا بره جای خودش رو پیدا کنه. خیلی‌ها به من گفتن از وقتی ما تو کتاب باز داریم مینویسیم، یه احساسی در مورد شرم، در مورد سخت‌ترین لحظه احساس می‌کنیم، خیلی حالمون بهتر شده. این
همون تحرک روحیه، اینه که من اجازه بدم اون زخم لمس بشه، که تکنیک خیلی در واقع مختصری هم راجبش میخوام بگم. ما وقتی بادامک رو و سازوکار اثرش رو میفهمیم، نباید فکر کنیم که دیگه با دونستنش میتونیم کنترلش کنیم. بادامک مثل بچه سرتق میمونه که قبل مهمونی بهش میگیم گوشتای خورشت رو نخور، کسی رو گاز نگیر، ولی به محض اینکه وارد مهمونی میشه گاهی همه اینا یادش میره. میدونید، یعنی میخوام بگم تو مسیر بهبود طبیعیه که گاهی حالمون بد باشه، گاهی روزای بهتری داشته باشیم. این نوسانه بخشی از ماجراست، ناامید نشیم. خب یاد یه خاطره افتادم، اگه دوباره نمیگین چقدر بیمزه بود نه بگم. بابا تو رو خدا خواهشی کنم، شما یکی از بامزه ترین آدم های جهانی. من خدا بابا ما خیلی با ایشون میخندیم همیشه، شوخی کردم. نه این که درست کنیم. ولی ما سالها پیش، سال این قضیه مال خیلی وقت پیش، مهمان داشتیم، یعنی مال قبل کرونا نیست، مال بعد. یه مهمون ما یه پسر بچه 4-5 ساله هم داشت، سفره رو انداخته بودیم و خیلی هم اونا اتفاقا متمول هم بودن، همیشه غذا رو آوردیم و دیسه برنج رو گذاشتیم. بچه یه دفعه گفت مامان پلو. خیلی مادر گفت که ما همش داریم پلو میخوریم. این چه حرفی آره. چی بود مامان پلو؟ دقیقا من یه خواهرزاده دارم اسمش امیر حسینه، اونم وقتی کوچیک بود 4-5 سالش بود، یه چیزی یاد گرفت که هر جا میرفت مهمونی میگفت آخ جون مبل. حالی که حالا یه مبلی دارن، ولی هم بعد هی مامانش میگفت امیر حسین نگو، میدونی آخ جون ماست، میدونی آخ جون، یعنی بادامک اینطوریه یه وقتایی، طبیعیه، هرچی هم نصیحت کنی فایده نداره. من تو 3 دقیقه خیلی حرف زدم. یه بار یه تکنیکی که آخر کتاب میگه رو در مورد اینکه ما داستانهامون رو بتونیم آگاهانه ویرایش کنیم و حس کنیم در موردش حرف بزنم. من نشستم تا 2 شب خیلی فکر کردم که یه کلمه در بیارم که مخفف ایناست، یه ذرم در واقع جرح و اینا مثل آتن. آتن آره، آتن تو کتاب بود ولی این مال خودم. اسمش سلامه. خب سلام. میگه که وقتی در واقع الگوی مارتین سلیگمنه که در مورد مدیریت این احساسات بد به ما توضیح میده. اولین هر کدوم اول یه چیزیه. 3 اول سخن گفتنه. یعنی من بگمش. البته تو 3 یعنی تو سخن گفتن فقط بعد انگار که برای پلیس تعریف میکنیم که چی شده. بعد تعریف کنیم که چی شده. زیاد تجربه‌های حسی رو وسط نیاریم. این اتفاق افتاد، اینجوری شد. در واقع لمس کردنه. اینکه حالا من احساساتم و باورم رو میدونی اثری که اون واقع بر من گذاشته رو بگم. این اتفاق افتاد، حالا حس من چیه؟ و الف اثره. تو الف ما میفهمیم ل چی بود؟ ل لمسه. سخن، لمس، اثر. اثر یعنی من بفهمم حالا این اتفاق بدی که افتاد، این ترومایی که رخ داد، چه اثری رو الان من داره. میدونی باعث شده من کجا گیر بیفتم، کجا خوب رفتار نکنم، کجا الکی خطر تشخیص بدم وقتی خطر نیست. و مواجهه و مبارزه است. حالا که سخن بگیم، لمس کنیم، اثرش رو خودمون بررسی کنیم و مواجه و با اینا مواجه بشیم و در واقع بگیم سلام آقا ماشاءالله. میدونی آها. یعنی اینطوریه که اون احساسه رو بهش سلام کنیم، انگار که یه سلامی که نه فقط اینکه حس بد داشته باشیم، چی شد، چه حسی داشتیم، چه اثری رو الان من داره این حس، چطور باش مبارزه کنم. تو دوره دبیرستان آثار نظامی رو هم همینجوری افتاد. چی بود کلید واژه؟ ملخ‌ها. چی هست؟ ملخ‌ها، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، نه لمش لیلی و مجنون، خه خسرو و شیرین، هی دو چشم، 7 پیکر، الف آخرم اسکندر نامه. عالی. آره کمک میکنه آدم. منم با همین یادم بود حفظ کرده بودم. الان که من گفتم درخیرم یادم بود خدا. یه سوالم بپرسیم، تموم شد وقتمون. یه سوالم بپرسیم و بعدش حتما بنویسن برامون. من خواهشم اینه که در واقع در مورد همین موضوعی که حرف زدیم بیننده‌ها یه تمرین بکنن. اولا یه اسم بدن به اون داستانی که هی بادامکه داره تولید میکنه، یعنی به اون اسم شخصیت، آدمی که اون داستانی که اذیتشون میکنه، عذیتشون. آزارشون. آره یه کاراکتر، یه شخصیت بهش نسبت بدن، صدام حسین، نمیدونم هر کی، یه آدمی دورو برش، بعد اسمشو بگن، بعد یه دو نقطه بذارن توضیح بدن که اون داستانه چیه.
آخه شاید براشون سخت باشه. اب نداره دیده. ولی سخته، ولی کمک میکنه که رهاشن ازش. قول میدم اگر بنویسن، اگر این کار خیلی ساده است انجام بدن، انگار نوعی فاصله گذاری با اون احساس، با اون داستان رخ میده براشون. میدونید یه شخصیت داره بعدش، همون کاری که توی فیلم ذهن زیبا طرف انجام آره دقیقا، و یه شمایلی براش تصور کنن و باز سعی کنن سلام کنن به آقا ماشاءالله درونتون سلام کنید. این در واقع چیزی که ازش خواهش می‌کنم انجام بدم. سخن بگیم دربارش، درباره اون ضعف، درباره اون تروما، درباره اون مشکل، درباره چیزی که همیشه ازش فرار کردیم، پنهانش کردیم، مخفیش کردیم، آزارمون داده، بتونیم دربارش صحبت بکنیم، بتونیم لمسش بکنیم، یعنی احساسمون، اثراتش رو ببینیم چیه و باش مواجه بشیم. عالیه. به من کمک کرده خیلی. چقدر کامنت ها رو دلم میخواد بخونم، پیغام ها رو، و چقدر بهش فکر خواهم کرد. مثل همیشه برنامه تون عالی بود. خیلی ممنونم از شما. مثل همیشه یه نکته مهم رو بهش پرداختید. خیلی ممنونم. و شما مثل همیشه با محبت بیشترید. خیلی ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. شما خیلی هم بامزه است. شما برای خیلی بامزه.